خودسوزی یک دختر 23 ساله به جان آمده از ستم دیکتاتوری زنستیز آخوندی در نوشهر، همبستگی و حمایت جوانان سنندج از تظاهرات اعتراضی مردم عراق، تجمع اعتراضی کارگران مخابرات روستایی از استانهای همدان، کرمان و یزد در مقابل مجلس ارتجاع در تهران، اعتراض شهروندان تهرانی در منطقه خواجه عبدالله به کیفیت بدنان، حرکت اعتراضی خانواده‌های تهرانی در بلوار موسوم به چمران، تجمع اعتراضی مردم آبادان در مقابل دانشکده علوم پزشکی، اعتراض کارکنان پتروشیمی ازنا در استان لرستان، اعتراض بازنشستگان شرکت زغالسنگ کرمان، اعتصاب کارگران شرکت مریوان در استان کردستان، اعتراض کارگران پروژه مسکن علوی در ساوه، تجمع اعتراضی خانواده‌های قربانیان جنگ ضد میهنی خمینی در مقابل مجلس ارتجاع، فشار ضد انسانی بر زندانیان سیاسی و بستگان مجاهدان اشرفی در زندان مرکزی کرج و زندان گوهردشت، صدور حکم اعدام برای 5 زندانی سیاسی اهل تسنن در گوهردشت کرج. بنا به گزارش‌های منتشر شده، یک دختر 23 ساله‌ای به سطوح آمده از ستم دیکتاتوری زنستیز آخوندی در خیابان دادگستری شهر نوشهر در استان مازندران در ملاء عام خودسوزی کرد و جان باخت. این دختر صبح روز سه‌شنبه 5 شهریور با تینر نقاشی مقابل چشم مردم خود را به آتش کشید. این قبیل خودسوزی‌های تکان دهنده که ناشی از فشارهای طاقت فرسا در حاکمیت آخوندهای ضد بشر است، در نقاط مختلف کشورمان رو به افزایش است و بازتاب به جان آمدن مردمی است که تنها راه نجاتشان در قیام و سرنگونی رژیم و به آتش کشیدن ریشه و ریشه حکومت سراپا فساد و چپاول و جنایت آخوندهاست. جمعی از کارگران مخابرات روستایی از استانهای همدان، کرمان و یزد در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند. تجمع کنندگان به پرداخت نشدن حق بیمه اعتراض کردند. تعدادی از شهروندان تهرانی روز چهارشنبه در منطقه خواجه عبدالله تجمع کردند و به کیفیت بد نان اعتراض کردند. جمعی از خانواده‌های تهرانی در بلوار موسوم به چمران در مقابل شهرداری این منطقه تجمع کردند. این تجمع در آستانه بازگشایی مدارس و در اعتراض به ناامنی این منطقه برای کودکان دانش آموز صورت گرفت. کارکنان پتروشیمی ازنا در استان لرستان در مقابل دفتر امور اداری پتروشیمی تجمع کردند و به خودداری رژیم آخوندی از دادن سند خانه‌هایی که در شهرک مهاجران ساختند اعتراض کردند. جمعی از مردم آبادان در مقابل دانشکده علوم پزشکی این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنان به نبود بخش ICU نوزادان در تمامی بیمارستان‌های این شهر اعتراض کردند. این تجمع روز چهارشنبه 6 شهریور برگزار شد. کارگران زحمتکش شهرداری مریوان در استان کردستان اعتصاب کردند. این اعتصاب در اعتراض به اخراج تعدادی از کارگران و پرداخت نشدن حقوق‌های عقب افتاده صورت گرفت. کارگران و اعضای شرکت کننده در پروژه مسکن علوی ساوه در اعتراض به حل نشدن مسکن در میدان انقلاب این شهر تجمع کردند. تجمع کنندگان گفتند 8 سال پیش بیش از 8 میلیون تومان از ما گرفتند تا ظرف 2 سال به ما مسکن بدهند، ولی بعد از 8 سال هنوز صاحب مسکن نشده ایم. خانواده‌های قربانیان جنگ ضد میهنی خمینی برای مطالبات خود صبح روز پنجشنبه بار دیگر در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند.
بازنشستگان شرکت زغالسنگ کرمان در اعتراض به پرداخت نشدن 2 ماه حقوق عقب افتاده در مقابل اداره امور بازنشستگان در این شهر تجمع کردند. روز چهارشنبه 6 شهریور حکم اعدام 5 زندانی سیاسی اهل تسنن که همکنون در زندان گوهردشت کرج محبوس هستند صادر گردید. جمعی از زندانیان سیاسی اهل تسنن طی بیانیه‌ای صدور این احکام را محکوم کردند. به گزارش دریافتی از زندان مرکزی کرج، دشقیمان رژیم آخوندی فشار بر زندانی سیاسی علی معزی پدر 2 مجاهد اشرفی را که از بیماری سرطان رنج می‌برد افزایش دادند. پزشکان معالج ویزیت دکتر متخصص را برای وی تجویز کردند، اما دشقیمان به قصد زجر کش کردن این زندانی سیاسی مانع درمان وی می‌شوند. زندانی سیاسی هوادار مجاهدین جعفر اقدامی بر اثر فشارهای ضد انسانی دشقیمان رژیم آخوندی در وضعیت جسمی نامناسبی قرار دارد. وی به جرم شرکت در مراسم بزرگداشت شهدای قتل عام 67 در گورستان خاوران دستگیر گردیده و به 10 سال زندان محکوم شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده بر روی اینترنت، زندانی سیاسی حسین رونقی که 20 روز اعتصاب قضای خود را پشت سر گذاشته، دچار اختلال در سیستم عصبی شده است. این زندانی سیاسی همچنین 80% شنوایی گوش چپ خود را از دست داده است.